برنامه امشب ما برنامه ویژه است. قصد داریم در این برنامه یک فیلم تولید سینمای ایران رو از منظر جامعه شناسی مخاطب بررسی کنیم. بنابراین مهمانان ویژه ای داریم. آقای دکتر پرویز اجلالی مهمان ویژه برنامه ما هستند که استاد جامعه شناسی هستند. البته الان بازنشستن، استاد جامعه شناسی بازنشسته دانشگاهی طباطبایی هستند. اما ایشون کتاب‌های بسیار خوبی در رابطه با سینما دارن که الان من اطلاع دادن که آخرین کتابشون پرده نقره جامعه شناسی سینما در ایران در انتشارات آگه زیر چاپ. کتاب‌های دیگر ایشون که من چند تاشو دارم، دگرگونی اجتماعی و فیلم‌های سینمایی در ایران، نظریه فیلم عام پسند، و در واقع الان به من گفتن یک گزارش سینما ایران دهه 90 هم دارن. البته کتاب‌های دیگه‌ای هم دارن که من توصیه می‌کنم که اکثر کتاب‌هایشون خواندنی هستن و کتاب‌هایشون رو بخونید. مهمان دیگه ما آقای کریم امینی، کارگردان و نویسنده فیلمنامه، یکی از نویسندگان فیلمنامه فیلم فسیل هستن. آقای دکتر، ما رسمونه که ابتداً مهمان ما با بیننده‌های عزیز یک سلامی عرض می‌کنه تا بعد ما شروع کنیم. سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که صحبت‌های ما مفید باشه و استفاده کنید. شما می سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز، همچنین عرض ادب و احترام خدمت جناب دکتر و شما آقای جنانی استاد عزیزم. فسیل سومین فیلمته دیگه؟ بله سومین. اولین فیلم دشمن زن بوده دیگه؟ بله دشمن زن. دومی گربه سیاه بود که برای آقای رادان. بله بهرام رادان. سومی فسیل. چهارمی یک فیلم دیگری برای آقای فرابخش بود به اسم شرح. بله. و پنجمی فیلم هنوز اکران نشده به اسم مرد عینکی. اکثرش کمدی ان دیگه، درسته؟ بله اکثرا، فقط غیر از گربه سیاه همه کمدی است. آقای دکتر ببینید، من یک مروری اول بکنم بعد وارد اصل بحث یعنی فسیل بشیم. ببینید همه فیلم‌های پرفروش تاریخ سینما ایران قبل از اینکه بخوان نمایش داده بشن، سینمادارا دیدن گفتن این فیلم که سیچی نمی‌فروشه، فیلم مثلا پرفروش نیست. از امیر ارسلانی که مثلا سال 34 قرار بود نمایش داده بشه، همه جان گفتن این آشغال چیزی که می‌خواد بفروشه، رکورد آورده. آمدن گنج قارون رو به سامان سینما نشون دادن، بعد سامان سینما گفتن آقا این چه فیلمیه که نمیفروشه. بعد آمده در سه روز اول قلقله شده، ویژه شده. بعد آمدن قیصر رو نشون دادن، قیصر رو در واقع عده‌ای دیدن، سینما دار دیدن، گفتن آقا این فیلمم که نمیفروشه. آمدن فیلمو اکران کردن، فروخته. حتی بعد از انقلاب من یادمه که عقاب‌ها رو داشتن مونتاژ نهایی می‌کردن، آقای حسین زنباف یه دیدی می‌خواستن دیدن، گفتن آقا اینم نمیفروشه. به این داستان شما میدونستین که اینقدر فیلم میفروشه؟ این که تو این شرایط بخواد اینقدر بفروشه، نه واقعا با این شرایط اقتصادی و این شرایط در واقع اجتماعی که پیش اومده بود، نه واقعا اینقدر نه. ولی میدونستم که میرم ببینم و حسم این بود که دوست خواهند داشت، چون خودم عاشقانه در واقع این فیلمو ساختم. حسم خوب بود نسبت بهش که احساس میکردم مردم، خودم از جنس عام مردم هم. ولی فکر نمیکنم این فروش نه. استثنایی رو اصلا حد زده باشه؟ نه نه نه، اینقدر این مورد رو نه واقعا حد زده. نه موقعی که میساختی به عنوان، اصلا ایده از کجا آمد این فیلمه؟ ایده مال خودته یا مال نویسنده؟ دو تا از بچه های دیگه بودن که ما با هم می نوشتیم فیلم نامه، یه ایده فیلم جدی داشتن در واقع و من اون موقع مشغول ساخت فیلم گربه سیاه بودم. اون جدی بود؟ آره یه فیلم جدی بود که کاملا متفاوت بود. اون فضا جدیه اون فیلم؟ گربه سیاه رو دیدیم. آره. نه ایده فیلمه یه ایده جدی بود در ابتدا که مطرح شد. آره و حرف زدیم، من احساس کردم این توی کمدی به نظرم جواب میده. ایده رو در واقع جابجا کردیم با یه فضای کمدی، نشستیم نوشتیم و به نظرم فیلمنامه اولی خود در واقع بار هنری بیشتری داشت. و حالا طی زمان که حالا اومدیم با آقای عامریان جلسه گذاشتیم و قرارداد بستیم و اینا، قرار شد آقای حمزه صالحی بازنویسی کنه که یه مقدار تجاری کنه فیلمنامه رو. یعنی فیلمنامه اولیه تجاری نبودن منظر آقای عامریان؟ شاید مثلا 30% تجاری بود مثلا. ولی نه به اون شکل تجاری نبود که حالا احساس میکردم. هم زمان فیلمنامه، یعنی زمان فیلم زیاد میشه، چون فیلمنامه حدود فکر میکنم 100 و خورده صفحه بود، یعنی بعد میریخ ازش فیلمنامه که میدونید دیگه، شما خودتون استاد من هستین، یه فیلمنامه آدم دلش نمیاد هی سکانس رو حذف بکنه دیگه، بعد دست یکی میومد که حالا یکم دست به قیچی تر بود. و ضمن اینکه حالا میگم تجاری سازی خود تخصص من نبود توی فیلمنامه نویسی، بیشتر آقای حمزه صالحی اومد کلا فیلمنامه رو دستکاری کرد یا نه
فقط صحنه مثلا دیالوگ ها یه مقدار جابجایی کرد و نه کلا تغییر نداده. واقعا شاید اگر 100 درصد بخوام بگیم تقریبا 80 درصد فیلمنامه همونه. اون تا با یه جابجایی هایی و کم رنگ و پر رنگ کردن یه سری کاراکترها به نظرم اون اتفاق افتاد. چون زمانی که ما مینوشتیم مثلا سه تا کاراکتر رفیقمون بعد از انقلابش یه مقدار فرق میکرد جریانشون، یعنی خونواده غالب میشد، یه برادری بود که کلا حذف شد، اینا بودن، حذف و اضافه شد کاراکترها و ضمن اینکه یه خود ریتمش تندتر شد و جمع شد. از اول برای قهرمان داستان همین آقای افشاری، بهرام افشاری. خب من خیلی به هر حال هم با ایشون دوست بودم سابق، بر این هم خیلی دوستش داشتم و نظر من ایشون بود. به هر حال آقای عامریان هم که فیلم تجاری میسازه، گزینه های تجاری خودش رو داشت، همچنین آقای افشاری هم تو همون گزینه ها بود و در نهایت به این تصمیم رسیدیم که آقای افشاری. بقیه ترکیب بازیگران در واقع انتخاب شما و تهیه کننده بود. بله بله، مشترکاً با هم تصمیم گرفتیم، یعنی میدونستیم که به درد این کاراکترها میخورن دیگه، یعنی هم حرف زده بودیم باهاشون، هم جلسه گذاشتیم دیدیمشون. زمینی که آقای اسکندری بزرگ طراح گریممون بود و عبدالله، بله ایشون، آره ایشون واقعا موثر بودن، ضمن اینکه به هر حال توی انتخاب کست خیلی ایشون هم کمک کرد. بعدی فیلم بردارم به یکی بود، آقای روزبه رایگا بود، بله دوست عزیزمون. بله تیتراشو ندیدم. بله آقای رایگا از دوست قدیمی و از مدیرای فیلم برداری درجه یک سینما. ذکری هم از بازیگرا بکن، دو تا خانمایی که بازی میکنه، سه تا خانم حبیبی، الناز حبیبی نقش در واقع همسر فرنگیز. آره فرنگیز، همسر بهرام و خانم الهه حساری بودن که نقش خواهر چیز و خانم آره پری و آقای هادی کاظمی. خانمی که نقش سازمان مجاهدین بود اون بازیگرش بود، نقش فتانه در واقع، فتانه آره، خانم سمانه ایشون خاطرم نیست چون من با ایشون کار نکردم. آقای عامریان ایشون رو معرفی کردم. نقش شوهر خواهره کی بازی میکرد؟ هادی کاظمی. هادی کاظمی. ایمان صفا هم در واقع مجاهده رو مجاهده. بله همه بازیگرا اسمشون. بله آقای رضا نیکخوا بودن که نقش اون پدر خانم حبیبی رو بازی میکردن که قبل از انقلاب یه شرایط دیگه داشتن، بعد تغییر میکردن. و آقای سید جواد هاشمی بودن. بله اون که بر مشخص. سید جواد هاشمی مشخص. آقای دکتر برای شروع بحث من میخوام از شما یه کلیاتی به من بگین که اصلا جامعه شناسی مخاطب در آثار عامه پسند از چه منظری، اصلا اون منظرهایی که باید نگاه بشه، یه کلیتی میخوام ورود به بحث بکنیم، بعد وارد بحث فیلم بشیم و فیلم رو بحث کنیم. خواهش من. البته جامعه شناسی سینما به مخاطب هم میپردازه. بله بله. جامعه شناسی مخاطب به عنوان یک دیسیپلین مطرح نیست. ولی خب یک از جدا مطلب نیست، جامعه شناسی سینما مطرحه. بعد منتها این هست که همونجوری شما درست فهمیدید، جامعه شناسی خیلی بخش بزرگ از مطالعات جامعه شناسی سینما همون مخاطب شناسیه. در واقع و البته در اندر علوم اجتماعی جامعه شناسی سینما الان خیلی پر رونق نیست، الان بیشتر مطالعات سینمایی مطرحه و کلا میتونیم تقسیم کنیم به دو شاخه، حالا هر اسمی روش بذاریم، یا سه شاخه. یکی فیلم مطالعاتی هستند که راجع به فیلم ها هستند، یعنی تحلیل فیلم هستند در واقع، و اینه میشه گفت بهش جامعه شناسی فیلم. بله بله. یه جور مطالعات جامعه شناسی هست که بیشتر به نهاد اجتماعی سینما میپردازند. بله بله. جنبه های مختلفش. و یک جور هم هست بهش میگن تازگی مطرح شده به نام سینماتیک سوسیالوجی، جامعه شناسی سینمایی. این سومی سعی میکنه راجع به مسائل اجتماعی از فیلم ها برداشت فیلم ها و باز از دیدگاه هم در واقع باز از کلن دیدگاهی که راجع به سینما، چه مطالعات سینمایی، چه مطالعات فرهنگی، چه جامعه شناسی دارن، دو نوع نگاه میشه داشت. یه نگاه این که ما فیلم ها رو محصول فرهنگ و جامعه بدانیم، یه دیدگاه اینه که فیلم رو جامعه رو تحت تاثیر فیلم بدانیم، یعنی بگیم فیلم بیشتر عامل به اصطلاح علت اصلیه، تاثیر جامعه علت معلول، فیلم علت یا برعکس فیلم معلول جامعه، فیلم علت که این هر دو بحث مطرح مطالعات به اصطلاح
تأثیر، تأثیر اجتماعی، خب تو ایران منتظر مشکلی تو ایران خیلی رایج نیست. اون یکی هم خب کار من مثلا دگرگونی های اجتماعی و فیلم های سینمایی در ایران بیشتر مطالعه اینه، بیشتر اینه که برای این امراض که سینما فیلم متأثر از جامعه است. ببین میشه عکس اینم فکر کرد، عکس این یه خورده احتیاط آمیزه، چون بعضی ها که سینما رو دوست ندارن تحت این عنوان مثلا همه فیلم ها رو رد میکنن، میگن مردم رو مثلا میگن تو سینما تو فیلم مثلا جنایت اتفاق میفته، یا تو فیلم مثلا فحشا هست، یا تو فیلم حقوق بازی هست، از مردم برای فیلم ها رو ببینن هم اینجوری میشن. یک تحلیل استنباط غلطیه که ممکن از اون متعاد تاثیر گاهی پیدا بشه که اصلا اینجور نیست، یعنی برعکس هم ممکنه باشه. شما میری فیلم دزدی رو میبینی و در عوض یاد میگیری که دزدی چه بدیه، برعکسش هم. دکتر من همیشه معتقد بودم که فیلم متأثر از جامعه است، یعنی در واقع همیشه این تأثیر، یعنی همیشه فیلم ها رو از منظر این که جامعه چقدر رو فیلم تأثیر گذاشته، فیلم چقدر از جامعه گرفته، از این من. آقای کریم امینی، من فیلمت رو یک فیلم کمدی تلخ میدونم، یک کمدی انتقادی میدونم و تا میزان کمدی سیاسی میدونم، یعنی معتقدم که فیلم بسیار مهم می ساخته شده. آگاهانه این نگرش بوده توش یا حسی و غریزی اومده؟ ببینید یه بخشش آگاهانه بوده که خب خودم هم اینو تلخ میدونستم. به هر حال من از یه جایی اومدم که رفاقت مهم بوده توش، به هر حال یه فرمی زندگی کردم که یک چیزایی برای خودم در واقع اهم و فلان بوده، مثل همون فضای رفاقت فیلم، که حالا نقطه عطفی در فیلم وجود داره که این نقطه عطف روی آدما تاثیر گذاشته، روی روابط تاثیر گذاشته، حالا با زبان کمدی و طنز در واقع پرداخت شده، ولی من خودم هم تلخ میدونم. یعنی اولین باری که من فیلم خودم دیدم بغض کردم و بخش تلخی ماجرا رو دیدم، ولی یک بخشش هم غریزی روی همین میزان روابطی که در واقع پایه‌گذاری شد توی فیلم و من دوست داشتم این روابطه در واقع قبل از انقلاب دوست رفاقت گرم باشه و هیچ اتفاقی بینشون نبود غیر از اون رفاقت و اون آرزوها و در واقع خواسته‌هاشون، ولی بعد از انقلاب این رفاقت ها از هم جدا شد و هر کدوم در واقع دنبال ایدئولوژی و خط فکری خودشون رفتن. این یه بخشش آگاهانه بود، یه بخشش هم نه. ایده ای که موقعیت هنرمند در دوره تاریخی، یعنی ما به اخار هنرمندایی داریم در دوره قبل، با همون هنرمندا رو داریم در دوره جدید، که در دوره جدید تحت شرایط تغییراتی کردن و در دوره قبل هم با مشکلات روبرویان، و در این دوره هم احساس میشه که خیلی در واقع فضای بانشاتی برای فعالیتشون نیست. بله خب ببین، به هر حال توی ما دیروزم اگه یادتون باشه با هم حرف زدیم، توی قبل از انقلاب هم شرایط به یه نحو دیگری سخت بود برای هنرمنده. حالا ما مردم شاید ندونن، ولی برای منم مثلا اندازه خودم خوندم یا یه تحقیقاتی داشتم این که حالا چه اتفاقی مثلا برای فیلم قیصر افتاده، چه اتفاقاتی مثلا برای فیلم گوزن‌ها افتاده. خب شاید مردم اینا رو نمیدونن، ولی به هر حال عرصه به یک میزانی برای هنرمندا تنگ بوده، چه خواننده ها، چه در واقع فیلمسازها، چه بازیگرا. اون موقع سینمای مثلا تجارتی میتونسته در عرصه آزادی های اجتماعی بله. حرکت بسیار بیشتری داشته باشه. اون آزادی اجتماعی در بعد از انقلاب یه محدودیت های ایجاد کرده که سینمای تجارتی با محدودیت های آزادی اجتماعی رو بود. حتی شاید بگم سینمای سیاسی هر دوتاش آره. شاید به یه نحوی بازتر شده باشه فضای سیاسی توی سینما نسبت به قبل. سینمای عامه پسند در من نظرم اینه که دکترم نظرش باید بگه، خیلی مهمه. من مدام سینمای عام پسند در بستر آزادی‌های اجتماعی در قبل از انقلاب رشد کرد، یعنی آزادی اجتماعی بود یه بخشی رشد کرد، حالا محدودیت‌های زیادی هم بود، ولی و این آزادی اجتماعی در پس از انقلاب یه مقدار گرفته شد، ولی باز هم سینما سعی کرد در بستر همین فضایی که وجود داره سینمای عام پسند رشد کنه. نظرتون میخوام راجع به فسیل بدونم دکتر، اول از فسیل شروع کنم بعد اگه اجازه بدید من اول راجع به مخاطبای امروز سینما ایران نکته بگم. خیلی خوبه. بعد بریم سراغ فسیل. بله خیلی. پس ما مخاطبام خودتون. بله بله. ببینید من مخاطبا رو تقسیم میکنم سه تیپ مخاطب. یکی مخاطب مخاطب مضطرب، یکی مخاطب سرگشته و یکی مخاطب آرام. مخاطب مضطرب همین مخاطبی که ما الان داریم که تو دهه 90 پیدا شده.
این مخاطب سرشار از استرسه. ببینید امروز میره یه نون میخره، فردا قیمتش دو برابر شده، میخواد خونه شو عوض کنه، اجاره قرارداد دوباره ببنده، قیمت وحشت رفته بالا. تورم در حال رشد استرس ایجاد میکنه، امید به آینده رو کاهش میده. اوضاع سیاسی هر روز یک چیز تازه میشنوه، یه خبر تازه میاد، این امروز اینجوریه، فردا اونجوریه، هیچ همه چیز در حال دگرگونی و همه چیز در حال استرس زایی است و این مدت طولانی طول کشیده. این آدم تحمل تراژدی نداره، یعنی اگه بره فیلم غمگین ببینه، فیلم سیاه ببینه، نمیتونه تحمل کنه. من که فیلم دوست و روشن فکرم، این روزا نمیتونم یه فیلمی که یه خورده سیاه باشه ول میکنم. بعد به شدت نیازمند فراموشی و آرامسازیه، یعنی وقتی میخواد بره سینما میخواد یادش بره این استرس ها به شدت، چون یکی از کارکردهای سینما به اصطلاح آگاه سازیه، یک کارکرد دیگه اش آرامسازی، که آرامسازی بیشتر کار سینمای عامه‌پسند. بعد به شدت محدود مسائل روزه و توقف تخیل داره، یعنی تخیلش کار نمیکنه چون اینقدر گرفتار مسئله روزه. مثلا شما فیلم تاریخی بسازید نمیره نگاه کنه چون حوصله نداره، فیلم راجب محیط زیست بسازید حوصله نداره نگاه کنه، راجب مسئله روز باید بسازید چون فکرش همش به امروزه. بنابراین فیلمای تاریخی که ساخته شده هیچون فروش نکرده. البته بگذره من که فیلم تاریخی فیلم سازن نمیسازن به هر دلیل و اعتبار بنزه کافی حمایت نداره، ولی واقعا اینجوری هم هست. بعد دوستدار نوستالژیه، عاشق گذشته است، چون استرس فشار بهت میاره، دلش میخواد بره به گذشته، به کودکی، به دوره رژیم سابق، به سال قبل، به جوانی، به بچگی. و عاشق رد کردن از خط قرمز، شکستن تابو، از بس براش تابو درست کردن، ایدئولوژی، این کار سبک زندگی با اینجوری باشه، آدم با این کارا بکنه، این کارا بده، اون کارا بده، عاشق شکستن خط قرمز است و تابو است. آرام سازیش هم با خنده است، یعنی با خنده آروم میشه. حالا میام سراغ مخاطب، اینم فکر کنم بد نیست بگم، هرچند به فسیل مربوط نیست. مخاطب سرگشته، مخاطب سرگشته مخاطب دهه 50 ماست. این مخاطب عاشق تراژدی و فاجعه است. شما نگاه کنید فیلم های دهه 50 در حالی که 10 سال بود اقتصاد ایران رو به رشد بود و خیابون های عبد تعداد طبقاتی خیلی شدید بود تو تهران، ولی خیابونای شمال تهران از مرکز به بعد بسیار شیک بوده این اروپا، بله بله. ولی جنوب تهران مهاجرای روستایی ریخته بودن، خیلی از الان بدتر بود، بله. ولی توی شمال شهر توی همین فضایی که اینایی که سینما اغلب مردم داشتن درآمدشون بیشتر میشد، ما میریم فیلمسازا میرن تو شهرهایی مثل یزد و کرمان، یه جای کوچه‌های خرابه رو پیدا میکنن، جنگ بین جاهلای محل که بعد جاهلای محلی که همدیگه رو میکشن و به خاطر تجاوز جنسی میکنن و یکی میاد میکشه. یعنی اصولا تراژدی و فاجعه خیلی دوست داشتن، دوستدار نوستالژی بودن مثل جدیدی ها، اونم عاشق گذشته بودن قبل از توسعه، قبل از برنامه عمرانی، فرار از واقعیت و عاشق غم و غصه و آرامسازی، چون با گریه بود. یعنی فیلم اغلب غمگینه، تقریبا گریه میره، با گریه آروم میشه میره از سینما بیرون. و حالا علتاش بس دیگه است. مخاطب سوم مخاطب آرامه که تحمل تراژدی داره، هرچند دوستدار پایان خوشه، با تماشاگر دهه 30 تا حدود 40، کنجکاوه، تخیل آزاد داره، بنابراین گرایش به فیلم‌های مختلف داره، شما ژانرهای گوناگون رو دوست داره، کنجکاوه، میخواد این ببینه، تاریخی ببینه، جنایی ببینه، پذیرای تنوع ژانری است، به اصطلاح گرایش به واقع‌گرایی هم داره، با وجود این دوستدار پایان خوشه، یعنی هم گرج واقع گرفت. ببینید من فکر می‌کنم مخاطب امروز ما واقعا درست خواستش برخلافه، یعنی سلیقه‌اش برخلاف سلیقه بسیار فیلمسازان ما بود، فیلم تو دهه 90 بود، ولی فیلم شما مطابق سلیقه‌اش. چرا؟ چون که سینما ایران بر از یه مدت رئالیسم واقع گرایی، یعنی اینکه شما زندگی رو نگاه کنید و ببینید و نشون بدید، زندگی هم تلخ هم شیرین، زندگی تمام تلخ نداری، زندگی تمام شیرین هم نداری. خب سینما ایران بعد از انقلاب خواست واقع گرا بشه دیگه از اون تخیل و سینما پسند جدا شد، وزارت ارشادی آمد دخالت کرد، دخالت دولت الان خوب یابد، بالاخره سینما قرار بود روشنفکری بشه، دانشگاه بشه. خب تو این سینمای جدید واقع گرایی بیشتر بود، تا این مدت تعادل بود، ولی اواخر اگه من نظر من ایراشا اشتباه کنم، چون شما سینمایی هستین، من اینجور که من ببینم فیلم های دهه فیلم 90 بسیار فیلم های تلخ، اغلب فیلم های تلخی هم.
یعنی اصلا عنصر جذابی هم مثلا فیلمای راجب چیز جاسوسی که هیچ وقت در دنیا فروش نکرده. اگه پرده پا رو فروشتن به خاطر جولی اندروز و پال نیومن بود، نه به خاطر اینکه بلوک شرق جاسوس غربی میره تو مثلا آلمان شرقی. اصلا هیچ کی تو عمدی تماشاگرش مهم براشون نبود که بلوک شرق بیاد میشه بلوک غرب، نه اصلا سینما. بنابراین در واقع این فیلمای اخیر چون خیلی تلخه و پیچیده است، تماشاگر کارکرد براش نداره. ولی حالا محتوا هم بحث دیگه است، ولی از نظر نوع مخاطب این تیپ مخاطب با فیلم شاد سازگاره. از نظر فرهنگی هم این بهش اضافه کنی، ببین کشورهای مختلف از لحاظ گرایش به سینما با هم فرق دارن. مثلا ما همه میدونیم سینمای آمریکا به خاطر زندگی و با پای مهاجران شجاعی که زندگی خودشون ساختن بنا شده، دوستدار وسترنه، داستان مردی تنهایی که در شرایط سخت زندگی خودشو میسازه و از خودش دفاع میکنه، زنای قدرتمندی که از مردا کمتر ندارن در شجاعت. خب این یا مثلا سینمای شرق دور بیشتر جذابیتش در جنگ مبارزه است، کاراته، جنگ پهلوان و سامورایی ها اینا میجنگن. و تو خاورمیانه و هند همش تکیه بر خانواده است، عشق و موسیقی، رقص و آواز. فقط جمله مادرم رو تموم کنم. می‌خواستم این جزء بخوام. می‌خواستم بگم سینما ایران هم جزء این گروهه. بنابراین سینما پسند ایران اگه بخواد موفق بشه، نیازمند موسیقی، فیلم شما موسیقی داره. می‌خونن توش. و البته رقص، حالا رقص اندازه‌ای که رقص مردان هم داره دیگه بالاخره. این وسط عذر می‌خوام. در مورد تأثیر فیلم که گفتین، حالا ما تکنولوژی رو اصلا در نظر نگرفتیم تو این فواصل. به نظر من مثلا فیلمی مثل قیصر فیلم بر تماشاگر تأثیر گذاشت در واقع، یعنی مردم روی فیلم نبودن، فیلم روی مردم تأثیر گذاشت. فیلمسازای ما من حسم اینه که اون موقع جلوتر از مردم حرکت می‌کردن، یعنی حسم اینه که این اتفاق بوده. ولی الان خب تکنولوژی خیلی تأثیر گذاشته، ضمن اینکه چقدر شما اتفاقات تلخ و دیگه تلختر از یه سری اتفاقات دیگه نمیتونی نشون بدی، نه میذارن نشون بدی نه میشه نشون داد. به خاطر همین فیلمساز عقب از مردم. حالا دهه 90 که آقای دکتر میگه بحث داره، دهه 90 دهه تلخیه دیگه، از انتهای دهه 80 در واقع 88 دیگه که در واقع بحران 88 بحران انسجام و اتحاد و خیلی تأثیر غریبی میذاره. نسلی که بعد از بحران 88 به وجود میاد، نسل روشنفکری میاد، نسل بسیار تلخه و در واقع معترضیه. حتی فیلم های کمدی در واقع دهه 90 هم فیلم های یک جور تلخی هم فرق دارن با حتی با فیلم های قبل از تو دهه 80 که در واقع دهه 80 یه جور دیگه است، دهه 70 باز یه جور دیگه است. مثال فیلم میزنین آقای جیرانی؟ مثلا دهه 90، حتی مثلا دهه 90 خیلی فیلم های مثلا شما مقطای کوچیک زنگ زده، فیلم آقای هومن سیدی، بله. فیلم در فیلم های آقای سعید روستایی یعنی در واقع از سعید روستایی، هومن سیدی، رضا دارمیشی، ولی کمدیامون نه اینطور نبوده، ضعیف‌تر بوده. نه ضعیف، کیفیتش از فیلم های جدی ضعیف‌تر بوده. مثلا ساخت صحبت نمی‌کنم. خب نه مضمونم نداشته. راجبه ببین مثلا تو لحنش ببین، راجب ساخت صحبت نمی‌کنم. فقط یک سوال دارم آقای دکتر، اینی که شما میگین مخاطب مضطرب، مخاطب مضطرب از نظر طبقه هم قابل طبقه بندی شده است؟ چون ما قبلا میگفتیم مخاطب فیلم فارسی طبقه پایین و حاشیه نشین ها هستن، مخاطب فیلم فرنگی طبقه بالا و طبقه متوسط هستن. آیا مخاطب مضطرب شما طبقه داره؟ ببینین البته از بحث به اصطلاح فیلم دور میشیم، دور میشیم، مجبوریم به این بحث. ولی ببینید به طور کلی سینما، من کلی میبینم سینمای ایران تا سال 50 و یکی چند سال بعد از اون میشد گفت طبقاتیه. آفرین. یعنی به خاطر باز هم به طبقه هم سواد بستگی داشت. فیلمای آمریکایی اروپایی رو شمار شهرشون میدادن، بله. سینمای درجه 1 و 2 نشون میدادن، فیلمای ایرانی و هندی و فیلمای شرقی رو جنوب و مرکز تهران هم فیلمای اکشن خارجی و فیلمای فارسی. ولی بعد از انقلاب به تدریج به خاطر اول ویدئو محدودیت‌ها، ویدئو نیومدن فیلم خارجی، خیلی عوامل دیگه، بعدم تلویزیون ماهواره‌ها و جوری اینترنت دیگه، سینما فیلم دیدن اون جذابیت رو از دست داده. ولی کلا سینما محدود شده به طبقه متوسط تحصیل کرده بیشتر. یعنی الان سینما اصولا
طبقه پایین سینما شما تو جنوب شهر اصلا سینما نداریم. چون فکر می‌کنم جهت دادم به سینما به خاطر همین از سینما رویا پردازی خارج شدم. ولی به هر حال سینما من نمیگم جهت دادم، من زیاد اعتقاد به اون که تصمیمات مثلا وزارت خونه تاثیر داره نه ندارم، ولی اصولا سینما رفتن کار سبک شده. هر کی تو تلویزیون میتونه 100 تا فیلم در روزشو میده، ماهواره و تلویزیون ایران و فلان، بعدن سینما رفتن نمیصرفه. رو پاش تو بعضی مثلا شهری مثل تهران بری پارکینگ، بعدم رقیب داره سینما، تو شهرهای کوچیکم مراسم گوناگونی هست که جای سینما رو میگیره. بنابراین دیگه اون جذابیت نداره، محدود شده به جوانان طبقه متوسط. بعضی خانواده‌ها میان ولی اکثر مردم سینما نمیان، بنابراین اصلا طبقاتی نیست، فقط مربوط طبقه متوسط. پس میتونیم بگیم که در واقع این مخاطب مضطرب شما میتونه هم طبقه پایین رو هم شامل بشه، طبقه متوسط هم شامل درست. بشه. یعنی اون تقسیم بندی قبلی که ما در مورد میکردیم در مورد الان دیگه اون تقسیم بندی وجود نداره. پس مخاطب مضطرب هم طبقه متوسط ضعیف شده است، هم طبقه متوسط، هم طبقه پایینی، هم طبقه بالا، هم طبقه بالا، یعنی همه طبقات رو شامل میشه. خیلی درست. خب نظرتون راجع به فسیل می‌خواستم بدونم. بله، راجع به فسیل، خود محتوای فسیل در واقع به نظر من فسیل داستان آدم معمولیه، آدم معمولی، آدم نرمال و البته داستان هنرمند هم هست، این دوتاش با هم. آدمی که میخواد خوشحال باشه، جشن بگیره، بزنه، برقصه، به موقعش گریه کنه، پیشرفت کنه، پول در بیاره، به اصطلاح کار مختلف بکنه، گرفتار یه مناسباتی میشه که نمیفهمه. مثلا این سه تا دوست جنوب شهری با هم یه به قول خودش بند درست میکنه، قدیم زمان ما میگفتن باند، باند موسیقی، یعنی بندمون، یه بند درست میکنه و میخواد خوشحال باشه و پیشرفت کنه. یه دفعه برمیخوره به شعری که یکی از این اعضاش سروده و به سازمان امنیت، ولی به هر حال اونم این گرفتار مناسباتی میشه که نمیفهمه. یه محدودیت هایی کنم، خط قرمز اعلیحضرت همایونی، خط قرمز جنگ، خط قرمز سبک زندگی زاهدانه یا انقلابی، خط قرمز درگیری و تضادهای سیاسی و ایدئولوژیکی، و بعد تغییرات شدید سیاسی و اقتصادی، این باعث میشه که این به اصطلاح فردی که به اصطلاح اینجا هست دچار گرفتار نوعی استراب میشه و به اصطلاح سردرگم میشه. و نمونه تو فیلم به شکل همین موضوع که این طرف دچار کما میشه نشون داده شده، از کما بیاد بیرون باز همین، یعنی دوباره سرگردانه و نمیدونه چجور رفتار کنه، رفتارش خنده‌دار میشه در تناقض با عمومه. برای تماشاگر اگه نگاه کنیم، جذابیتش از اینجاست که تماشاگر مضطرب و عصبانی از این تابوها وقتی خط قرمزا رد میشه و این خط قرمزا شوخی باش میشه، این براش خیلی جالبه. ببین شما در آغاز فیلم وقتی راجع به زمان شاه صحبت میکنه، آدم احساس میکنه یه فیلم کمدیه که داره در ضمن تبلیغاتی هم هست، میخواد زمان شاه رو مسخره کنه. ولی وقتی جلو میره به زمان حاضر میرسه، میفهمیم که نه، بحث اینه که همه تابوها رو میشکنه. و یادتون باشه این به تدریج اتفاق افتاده، یعنی چه تو جامعه و باستابش تو فیلم، یعنی این تابوها به تدریج شکسته شدن، به تدریج ممکن شده صحبت کنیم. و این یک حرکت جدید هم هست، مثل همون حرکت هایی که در تاریخ سینما ایران شده. مثلا اولین حرکت فیلم دختر با کفش کتانی، اولین فیلم بود راجع به دختران خیابانی مثلا فیلم ساخت، یا بالاخره دخترای فراری. و همینجور ما همینجور نیا کنیم از اول انقلاب، محدودیت زیاد بر از انقلاب، خوب داستانش دیگه محدودیت بوده، فیلم سازا به تدریج این تابوها رو شکستن. فیلم راجع به عشق ساختن، اول عشق هم نمی‌ساختن، خانواده فقط میشد، بعد به عشق ساختن و اومدن جلو، راجع به دختران خیابانی ساختن، بیا دختران فراری ساختن، همینجوری اومدن جلو، راجع به مواد مخدر ساختن. یعنی فیلم سازا سطح میشکنن و میان جلو، و این کار خوبیه، یعنی فیلم سازا حرف میزنن و این حرف زدن مفید برای جامعه است، به ذره جامعه نیست. این تصور که اگر ما راجع به جامعه حرف بزنیم جامعه بدتر میشه، اینجور نیست. یعنی شما راجع به مسائل حرف بزنی مسائل حل میشه، نه اینکه مسائل بدتر میشه. برای این ایده سیاه نمایی به نظر من ایده مضریه، ولی به هر حال این فیلم تابو شکنه. باید که راجع به همه این دوره حرف زده، خط قرمزا رو به اصطلاح باشون شوخی کرده، و این شوخی به دل تماشاگر خوش میاد، چون تماشاگر هم همین شوخی ها رو ذهن خودش داره، همین احساس رو داره. و موسیقی توش هست، شادی توش هست،
طنز نسبتاً جالبی خودش هست و مجموع اینا باعث میشه که تماشاگر آرام بشه با خنده و بره خونه. نظر خودت راجع به این نظر چیه؟ جالب بود نظره. به نظرم هم بابت شناختن مخاطب های دکتر خیلی جذاب تعریف کردم. ببینید به هر حال مثلا این فیلم میدنایت این پاریس وودی آلن که یکی از فیلمایی که من دوست دارم، میگه تماشاگر اصولاً، مردم اصولاً همیشه به دورای قبل خودشون علاقه‌مندن. یعنی این خودش یک تأثیر بابت اینکه به هر حال فیلمو دوست داشته باشن میشه. حالا اینکه شما به چه میزان بخواید در واقع تعریف بکنید واقعیت‌ها رو و چه میزان رویا پردازی بکنید، همه اینا دخیل میشه. حالا فیلمو بهتر دوست داشته باشن، بیشتر دوست داشته باشن. و فکر میکنم این در واقع نقطه عطفی که حالا تو هر کشوری هر جایی وجود نداره، یعنی معدود در واقع کشوری وجود دارن که درگیر همچین نقطه عطف این چنینی شده باشن که از یک دوره به یک دوره بعد خیلی سراشیبی و سربالایی عجیبی باشه و این میتونه برای تماشاگر جذاب باشه دیگه. اگر شما به تاب و شکنی فکر نکردید ظاهرا وقتی فیلمنامه رو می‌نوشتید واژه تاب و شکنی تو ذهنتون نبوده؟ نه، شما میخواستید صلای اون چیزی که در جامعه هست رو نشون بله، بدید. بله، یعنی اون چی علایق جامعه رو نشون بدید. در واقع تصور من اینه، همه فیلم سازا که دارم میسازن آره تاب و شکنی مستقیم نمیدن تاب و شکنی کنن. نه، بیشتر سعی کردیم نزدیکم باشه در این در واقع کمدی بودن به واقعیت های در واقع دوره خودش. منظور من از تاب و شکنی این نیست که مثلا مخالفت بشه با چیزی، منظورم اینه که فیلمسازا عرصه های جدیدتری رو برای فیلمسازی واردش میشه. یعنی شما میتونین مثلا با اختلاف سبک زندگی به اصطلاح شوخی کنین، مثل فیلم هایی که چند سال ساخته میشه. فیلم های آقای عطیایی همش همینه، یه ازبالایی، یه به اصطلاح غیر ازبالایی، منطقه اون فقط همینه، مال شما بیشتره، مشین ابعاد گسترده تری داره، خیلی جدیدتره. اون فقط یه بازی در واقع تکراری کلیشه است که موسیقی گوش داره اون دوست نداره، اون فلان دوست داره، دوست نداره. ولی در واقع همین موضوع تابوش که منظورم اینه که فیلمساز این موضوع رو وارد کرده. شاید مثلا دهه 70 امکانات همین چیزو بشه بسازه، یعنی بله. همه فکر میکردن نمیشه، شاید هم میشد، ولی یه نفر باید میساخت. من منظورم اینه که نقش فیلمسازا به طور کلی، نه رو فیلم شما، فیلمسازای ایرانی در با وجودی که مدرک زیادی داشتن، مدرکی که شاید تو تاریخ فیلمسازی تو جهان بی سابقه بود، این مدیا هم دلایل داشت دیگه. خب اونایی که مدیات میکردن دلایل دینی داشتن، دلایل فرهنگی ایدئولوژیکی داشتن، ولی با وجود این محدودیت ها توانستن حرف بزنن و این قابلیت هنر رو نشون میده. یعنی هنر همیشه راهی برای گفتن پیدا میکنه و این فیلم شما هم در واقع جزء همین جریان اخیره که شروع کرده راجع به این جور حساس چیزایی که قبلا حساس بود خیلی به اصطلاح شوخی میکنه و این شوخی کردن به این معنی جور تابو شکنیه، نه اینکه بله. تابوی اخلاقی شکسته بشه. نه ببین آقای، نه دکتر شما درست گفتید، تابو شکنی اصلا سینمای کمدی ایران از ابتدایی که بعد از انقلاب شکل گرفته مبتنی بر همین تابو شکنی ها حرکت کرده. شما حتی اجاره نشینا رو اگه بررسی کنید متوجه میشین که اجاره نشینا مفهوم بسیار سیاسی داره و اون موقع میگه مفهوم سیاسیشو فهمیدن. در واقع درسته که شکل کمدی داره. یا برسیم به سنتوری، متوجه میشین سنتوری هم این مفاهیم رو داره در واقع. یعنی اینطوری نیست، آخرش که میگه من برگردم بیرون تو جامعه دوباره متوجه. آفرین. کمدی هامون هم تابشه که نانش موتور هزار مثلا، بله اونم جنس مارمولک هم نه همون حالا شکل. اونا که مستقیم تر دارن. حالا سنتوری و اجاره نشین زیرپوستی تر هم بله. روشن فکرانه ترن و این نانعشق و موتور و مارمولک مستقیم دارن این چیزهای رو بله. مطرح میکنن و اینا به تدریج میشه آمده دیگه. آره. این راه های بوده که فیلمسازا برای خودشون باز آره. کرده. من الان برای همه دکتر همه فیلم هایی که داره میفروشه فیلم هایی که به نوع تابو شکنی میکنن ها. یعنی خلاف اون تفکر رسمی یا قرائت رسمی در واقع وجود داره تو فیلمشون. یعنی شما الان یا که رقص آوازی که تو فیلم ها هست، خب شما تو تلویزیون که رقص آواز نمیبینید که، شما اصلا رقص مردم تو تلویزیون نمیبینید. یعنی در واقع تلویزیون قادر فاصله گرفتن اون سبک زندگی از واقعیت زندگی مردمه دیگه. بله بله. یعنی آره یه صحنه ای میشون تو فیلم وجود داره که مثلا من به شما قبلش گفتم که بله من صحنه رو خیلی دوست دارم، صحنه که عروسی آخره، نیروهای کمیته از عروسی میرن بیرون که اون صدای موسیقی رو نشنون که اذیتشون نکنه فلان،
بلافاصله یک موسیقی شلوغ‌تر و زیباتری در فیلم ایجاد میشه. اون رقص دست جمعی، اون شادی زیر پوسته جامعه است. تو همه عروسی ها هست. تو همه عروسی ها. همیشه هم به حاج آقا میگن شما بفهمید بیرون تا ما بتونیم. اصلا من یادم نمیره سوت دلان اون صحنه‌ای که میخواستن تو اون چه بود، وقتی که میخواستن خواننده رقاص زنه بیاد بخونه، مذهبی ها بلند شدن از مهمانی رفتن. اون زمان یعنی 56 در واقع خاتمی این پلان رو نشون داد. یعنی در واقع خب نکته‌ای که هست وجود داره اینه که شماها به عنوان فیلمساز، فیلمساز کمدی که الان 5 تا فیلم کمدی ساختی، 4 تا فیلم کمدی ساختی، 5 ندیدیم، پیدا کردن این شوخی ها چقدر برمیگرده به شناختتون از جامعه و چقدر برمیگرده به مطالعتون، چقدر برمیگرده از حسایی که میگیرید؟ اینم خودتونم به من بگید. ببینید خیلی تاثیر داره به نظر من. اولین تأثیری که داره یعنی به من کمک کرده زیست من در واقع در جامعه بوده. به هر حال شما سالها منو میشناسین، به عنوان دستیار شما بودم سالها، از جنس مردمی بودم که همون طبقه پایین و بچه جنوب شهر، جنس شوخی های جنوب شهر جوری هستش که میتونه خیلی همه اقشار رو بخندونه، به دلیل اینکه توأمه با فقر و سختی و به هر حال همه اینا وجود داره در این زندگی ها. از زیست من میاد. به هر حال دانش فیلمسازی یک تئوریه که به هر حال باید دونست که بشه فیلم ساخت. حالا اون یک بخشه. در مورد دانش جامعه شناسی که استاد هستن یک بخشی. نه ما خواهم بینه فیلمساز چقدر در واقع تو فیلمسازی الان برمارد. بله. چقدر میگیره، تأثیر میگیره اگر به روز باشه فیلمساز؟ ببینید مثلا من اگر قرار بودش که اصلا لابلای مردم نباشم، بر فرض مثلا فیلم دهمم بوده باشه و سنم هم یه سنیه که دیگه نمیتونم در واقع اون به اون شکل لای مردم بوده باشم، چون الان در واقع فیلمساز جوانی، نمیشد، این اتفاق نمیافتاد. ولی وقتی به روز با مردم پیش بری، چون به هر حال الان دغدغه‌های مردم خیلی فرق میکنه با 5 پیش حتی، یعنی خیلی همه چیز عوض شده. جنس شوخی ها خیلی، با اینکه حالا این فیلم متعلق به اون سال هاست، یعنی جنس شوخی ها هم باید اون شکلی باشه. نمیتونی شما الان یه شوخی بذاریم شبیه الان باشه ولی مال مثلا سال 57 باشه. ولی به هر حال باید مردم شناخت که به چی میخندن. الان خیلی سخت میخندن. بوده که مثلا من چیز سکانسی رو گرفتم احساس کردم که نمیخندن حتی، ولی تو سینما دیدم به اون هم میخندن. ولی چیزی که خودم میدونستم مردم رو اون شکلی حس کردم که میتونم با این سکانس بخندن در اومده به نظرم. و اینکه مثلا سر فسیل ما خب بهرام افشاری به هر حال بازیگری که اونم از جنس خود مردمه، یعنی اون هم شبیه من بزرگ شده، شبیه من وارد سینما شده. خیلی با هم حرف زدیم راجع به شوخی ها. خیلی، یعنی اون چیزی که شما توی فیلم نامه خوندین اون چیزی همش اون چیزی نیستش که اجرا شده. میدونین چی میگم؟ ما طی صحبت هایی که با بهرام میکردیم و هر سکانس رو من مجزا یک فیلم میدیدم، یعنی مجزا به عنوان یک فیلم بهش فکر میکردم، تا در نمی اومد سکانس تا حس نمی کردیم که آقا من به عنوان مخاطب آمینو دوستش دارم یا ندارم، واقعا ازش نمیگذشتیم. و فکر میکنم که میگم همه اینا برمیگرده به اینکه من لابلای این مردم تو کوچه و خیابون بزرگ شدم و سایه به سایه بودم و میشناسم. یعنی دغدغه مردم همیشه دغدغه من بوده. خودم همه این مشکلاتو از صفر تا صدش رو دست و پنجه نرم کردم، هنوزم میکنم و عشق میکنم و از اون زیسته میاد. وگرنه فیلمساز اگر از جنس مردم فیلم نسازه، من همیشه چون آقای کیمیایی، استاد کیمیایی دوستشون دارم، اصلا به عشق آقای کیمیایی وارد سینما شدم، میگم از همون جنس مردم فیلم ساختن میشه قیصر، میشه در واقع گوزنا. و یعنی نه، اگر فقط بخوایم توی پوزیشن روشنفکری بهش فکر کنیم، یعنی با اون دانشه و اونم به هر حال ساخته شده فیلمای درجه یکی که خودمونم دوستشون داریم، اون نمیشه دیگه از جنس من. اون دیگه نباید کمدی ساخته بشه. کمدی خب فیلم سختریه به نسبت فیلم جدی. اون شکلی دیگه میشه فیلمساز روشنفکر و از مردم دوره، ولی به هر حال مردم یک اقشار خاصی دوستش دارن و میرن انتخاب میکنن. من برای همه مردم باید فیلم بسازم. اگر فسیل ساختم برای همه مردم بوده.
اینکه یه قشر خاصی دوست داشته باشن، خب دیگه نمیشه فیلم تجاری و فیلم پرفروش یا همه مردم ببینن. من باید سلیقه همه مردم رو تامین بکنم، یعنی از اون کف بازاریه تا کف خیابونیه تا در واقع اون قشره. و به نظرم اون اتفاقی که من دوست داشتم بیفته برای فیلم، نه فقط به لحاظ فروش ها، به لحاظ درک این فیلم، این دو فضا، به نظرم افتاده براش. بله. من یک پرانتز باز کنم بعد از دکتر بخوام که بحث رو ادامه بدیم. این فیلمنامه رو سال 98 شما دارین به شورای پروانه ساخت، فکر میکنم من خوندم، من تو شورا بودم. سال 99. 99. 99 بود. اول 99 دارین. بله. و من تو شورا بودم، شورای پروانه ساخت فیلمنامه رو رد کرد. یعنی من یادمه که اعضای شورا ما بحث کردیم و در واقع شورا، یه عده از اعضای شورا به شدت مخالف فیلمنامه بله. بودن و فیلمنامه رو رد کرد. آقای آمریان با آقای طباطبایی نژاد صحبت کردن و به نظر من نقش آقای طباطبایی نژاد به عنوان معاون سینمای بسیار موثر بله. بود که در واقع فیلم پروانه بگیره و پروانه ساخت بگیره و ساخته بشه. این نکته خیلی قابل تأملیه که دوستانی که پروانه ساخت میرن به فیلمنامه ها متوجه باشن فیلم با مرحله ساختش خیلی فرق داره. از روی فیلمنامه نمیشه قضاوت کرد، بگن مزخرفه، آشغاله، این چیزا رو نمیشه گفت. بعد فیلمی که ساخته میشه، اگر اون موقع آقای طباطبایی نژاد مانع این تصیب نکرده بود، این فیلم ساخته نمیشه. بله. این پرانتز من باز کردم. البته آقای طباطبایی نژاد هر جا هستن امیدوارم حالشون خوب باشن. در مورد گربه‌سیا هم همین کارو کردن، اگه یادتون باشه. بله شما بله. هم دورم شورای پروانه ساخت بودین. گربه‌سیا اونم پروانه ساخت. هم شما تلاش کردین، آره، هم آقای طباطبایی نژاد و هم آره. آقای هاشمی. یعنی این نکته رو برای شورای پروانه ساخت فعلی میگم که اصلا نمیشه بر اساس فیلمنامه قضاوت کرد. واقعا نمیشه. بعد بریم آیه و قسم بخوریم آقا این چیزی که شما میخونید با این چیزی که میبینید فرق میکنه. ولی متاسفانه حالا البته که پروانه نمایش هم آقای سوران اون دوره گیر کرد. البته فیلمت مثل این که اون دوره مثل که ندادن پروانه نمایش بده، درسته؟ نه، ما خب دیگه دولت عوض شد، فیلمساره فیلم مرحله ای رسید که دیگه دولت عوض شد. اتفاقا آقای سهرابی و آقای خزایی، مخصوصا آقای سهرابی که خیلی کمک کردیم داره. بله بله، برای پروانه نمایش خیلی ایشون لطف داشت. آقای دکتر، شما در ابتدای قضیه یک نکته رو گفتین، خیلی نکته درسته بود. گفتین بعضی هم معتقدن که جامعه رو سینما تاثیر میذاره، یعنی سینما از جامعه میگیره. بعضی هم معتقدن سینما رو جامعه تاثیر میذاره. اون تفکر دومی که شما گفتین جامعه رو سینما تاثیر میذاره، بعضیا الان بهانه است برای سانسور فیلم ها و در واقع محدود کردن تفکرها که آقا مثلا این فیلم جنایت توش داره، این فیلم توش خیانت داره و مردم اینو نمیخوان. فیلم فروخته ها، فیلم موفق بوده، ولی مثلا یک عده معتقد بودن که نه آقا اینطوری نیست، مردم اینطوریه. چقدر اون نگاه دوم رو شما اون نگاه دیگر قابل بررسی؟ ببینید، این البته اون بحث تاثیر سینما، مطالعه تاثیر سینمایی فرق داره با این دیدگاه. این دیدگاه شما فرمایید از قدیم در مورد هنر بوده. بله بله. بعضی از کسانی که خیلی به تربیت علوم، بعضی متخصصان علوم تربیتی از اولی که سینما آمد با سینما مخالف بودن. بله. به همین دلایل. کاملا. ببین، اولین چیزی اینه که سینما چیزها رو نشون میده و این توی بعضی فرهنگ‌ها به همه جا، ولی به خصوص بعضی فرهنگ‌ها خیلی برای اونا غیر قابل باور بود که سینما بره تو خونه، زن نشون بده، بچه رو نشون بده، اون زن و بچه حریمی داشت، نمیدونم آدما رو نشون بده موقعی که هر کاری دارن انجام میدن، کار معمولی زندگی، و این در واقع خیلی بهت‌آور بود، برای مخالفت برانگیخت. و بعد اون یه استدلالای پیش آمد که یک این همانیایی شد که اینها اغلب بسیار غلط بودن. مثلا این فکر پیش آمد که وقتی چرا فیلم سازا اینقدر راجب دزدا فیلم میسازن، راجب جنایتکارا فیلم میسازن، راجب رقاصه ها، راجب خواننده ها، چرا راجب دانشمندا نمیسازن، چرا راجب توسعه کشور نمیسازن، چرا راجب صنعتی شدن مملکت نمی‌سازن. خب بعد این بحثا که پیش آمد، استدلالشون این بود که بعد شما تو فیلم مثلا یک دوز نشون بدید، مردم هم بر فیلم رو ببینن میرن دوز میشن. خلاصه استدلالشون بود اگه تو فیلم یه روسپی نشون بدید، بعد از اینکه فیلم رو دیدن میرن روسپی میشن. و این در واقع یک استدلال کاملا غلطی است. ببینید، سینما اصولا، حالا سینما یک مثل همه هنرها اساسا اخلاقیه. به نظر من هنر اساساً اخلاقی، علم هم میجوره، یعنی بنیادش اخلاقی. منظورم نیست که فیلم بعضی فیلم‌ها
اثر منفی بر اخلاق نداره. بعضی فیلم‌ها اینجوری هست. ولی اساساً هنر اخلاقیه. و در هنر ببینید، شما وقتی یه واقعیت رو نشون میدید، شما وقتی میخواید خوبی رو نشون بدید، هیچ چاره‌ای ندارید جز اینکه متضادش رو نشون بدید. یعنی شما نمیتونید مثلا تقوا عفت رو نشون بدید مگر اینکه بی عفتی رو نشون بدید. شما نمیتونید به اصطلاح صداقت رو نشون بدید تو هنر مگر اینکه برعکس رو نشون بدید تا مردم بفهمن صداقت یعنی چی. هر چیزی به ضد خودش شناخته میشه. مگه میشه شما مثلا یه فیلم بسازید همه آدما خوب باشن، همه سلام بدن، مؤدب بشینن، بعد مردم تماشا کنن؟ یا بعضی چیزا اصلا دراماتیک نیست. شما نمیشه راجع به صنعت فیلم بسازید. راجع به ایمان که امر قلبی است به طور مستقیم نمیتونید فیلم بسازید. راجع به عصمت حیا نمیتونید مستقیم فیلم بسازید. چیز مسخره در میاد. شما باید داستان یک آدمی بسازید که دوچار یا برخورد میکنه با یه آدمی که بی حیایی و واکنشش، یا یه آدمی بهشون بدید که حیا داشتی بیاد. این در هنر از قدیم بوده، یعنی کشف تازه‌ای نیست. شما نگاه کنید تمام آثار ادبی اینجوری. شما حتی کتاب آسمانی، شما داستان یوسف و زلیخا رو نگاه کنید. داستان یوسف و زلیخا در قرآن کریم است، در تورات است. این داستان موضوعش نجابت و عصمت. نگاه کنید چی توش اتفاق میفته. یک خان بانوی شوهردار عاشق پسر بچه‌ای میشه خودش بزرگ کرده. از این برای خودش بزرگ کرده. این نکتهش خیلی مهمه. از این منکری بالاتر میتونه. آره. ولی ببینید آخر داستان چه. ببینید اینکه وجود مثلا یک زنی که به بچه خودش به بچه که آوردن نظر عاشق میشه، این تمام داستان نیست. نتیجه داستان از برخورد بدی و خوبی پیدا میشه. اینجاست که اهمیت یوسف پیدا میشه. اینجاست که میشه بفهمیم فیلم تأثیری میذاره روی تبلیغ عصمت و عفت میشه، نه از اینکه یه شخصیت ها توشن. یا مثلا شما اتفاقا بعضی مطالعات نشون داده که یک حالتی هست، من اصطلاح تازه که آبادم خراب چون اصطلاحش یادم میره، یک حالتی هست اون اینه که تو مثلا شما خشونت رو با دیدن خشونت رفع میکنید. یعنی در واقع شما وقتی خشونت میکنید بعد خشونت میبینید تمایلتون به خشونت ارضا میشه و دیگه خشونت نمیکنید. بعضی به اصطلاح مطالعات نشون داده تو مدرسه برای پسر بچه ها فیلم خشونت آمیز نشون دادن، بعد تو حیات مدرسه کنترل کردن کمتر دعوا میکنن، نه بیشتر. شما تو مسابقه فوتبال مردم میرن داد میزنن، فریاد میزنن و این خشونت اضافه نمیکنه، به خاطر که تمام اون تمایلشون رو به خشونت و داد با اون داد و بیداد بیرون میریزن. فیلم همینجوری. شما با در واقع دیدن خشونت به احتمال زیاد برعکسش رو دیگه پیدا میکنید. ولی به هر حال حتی اگر خشونت تأثیر موقت منفی هم داشته باشه، اون خشونت که یک شخص انجام میده بخشی از داستانه و اون چیزی که نتیجه داستان کلیت اون داستان یا اون فیلمه، نه اون شخصیت. این باعث شده که یه چیزی به نام سینمایی بسازن که از اول سینما بوده. مثلا من عوض میخوام طولانی شد ولی مثال بزنم. بعد از جنگ جهانی دوم وضع بهتر میدونه، آقای شما بهتر میدونید، وضع ایتالیا خیلی بد بود. اولا فقر بیداد میکرد، دوما حضور سربازی آمریکایی به روسپیگری دامن زده بود. خب ما سینمای نورالیسم پیدا میشه، این فیلم ها واقعیت رو نشون میده، تمام مشکلات و فقر و روسپیگری و بی پناهی مردم و اینا. شاهکارهای بزرگی ساخته، بهتر از من میشناسین. و این وقتی که این فیلم ها رو میساختن، تا وقتی که اون اول جبهه خلق چپی ها بودن زیاد مشکل نداشتن. بعد که دولت عوض میشه، بعد این وضع پیش میاد که فیلم های نورالیستی ایتالیا رو تو خارج از ایتالیا خیلی پرفروش میشه. یعنی تو همه جا بسیار، حتی به ایران هم خب آمده بود، تو آمریکا خیلی پرفروش میشه. و بعد مقامات سیاسی ناراحت میشن و میگن که این یه نامه ای که وزیر فرهنگ ایتالیا مینویسه به دسیکا تو اسناد هست، میگه آقای دسیکا شما وطن رو دارید وطن رو میفروشید، شما دارید سیانمایی میکنید، وضع ایتالیا رو برای خارجی ها نشون میدید، نقاط ضعف رو برای خارجی ها نشون میدید. و به همین دلیل با یک تمهیداتی نورالیسم رو
مانع میشن که ادامه پیدا کنه و تبدیل میشه به فیلم های کمدی با کمدی های تلخ اجتماعی. آره. یعنی به حال نورالیسم رو کنترل میکنن اینجوری. خب این در واقع این استدلال که شما وقتی بدی ها رو میبینید حتما این نتیجه رو میگیرید که برید اون کارو بکنید، به نظر من استدلال درستی نیست. شما وقت انسان هوشیاره، شما وقتی بدی و خوبی رو کنار هم میبینید، کاری که تمام ادبا کردن، شما نکنید داستان شاهنامه، رستم اسبش رخش میره دور گم میشه، میره دنبال اسبش، میرسه به سمنگان، اونجا شاه سمنگان استقبال میکنه، میشناستش، میره که بخوابه، در باز میشه، دختر خانم میاد اونجا میگه من شما رو دوست دارم، دختر شاه سمنگان ابراز عشق رستم میکنه. خب هنوز هم این فیلمساز ایران جرئت نمیکنه صحنه رو بسازه، ولی خب این بقیه یعنی در واقع این تو ادبیات ما اصلا پره. یعنی شما عشق و عاشقی، دوست داشتن، تمام اینا تو ادبیات ما پره، ادبیات سنتی ما هست، اصلا چه تازه‌ای نیست، اصلا از غرب نیومده. و این در واقع دیدگاه که گویا ما بدی رو نشون بدیم حتما باعث بدی میشه، اصلا با اساس هنر مخالفه، چون آموزش نیکی فقط با نشان دادن ضدش، یعنی بدی، ممکنه. همیشه هنرمندا بدی و نیکی رو کنار هم گذاشتن و چکامه‌ای ساختن، آثار هنری ساختن که مخاطب از توش نیکی رو یاد بگیره، درس اخلاق دادن، متو درس اخلاق دادن با نشان دادن چیز غیر اخلاقی. به قول سعدی چی میگه؟ ادب از که آموختی؟ از بی ادب ها. خیلی تحلیل درستی بود دکتر، خیلی ممنونم. بریم به پایان بحثمون که اصلا جامعه شناسی تماشاچی امروز این فیلمه و فروش بالا. الان فروشتون چقدره؟ الان فکر کنم 265 میلیارد. چقدر بیننده رو رد کردیم؟ 6 میلیون رو فکر کنم آره 2300 هزار 6 میلیون خورده رد کردیم، چون میدونی که بالاترین بیننده ما آقاپاس 11 میلیارد 11 میلیون بیننده داریم، بعدش میرسیم به در واقع کانیمانگا میرسیم که با حدود 8-9 میلیون در واقع، بعدش میرسیم به فیلم های الان فیلم های یادم رفته. فکر میکنم این الان فوسیل فکر میکنم رد کرده کانیمانگا رو. نه رد نکرده. رد نکرده. رد نکرده. شما الان چهارمین فکر کنم. نه چهارمین فکر کنم. درسته چهارمین. این فیلم اول هنوز اقاپا، فیلم دوم کانیمانگاست، فیلم سوم بگذار زندگی کنمه که اون هم 6 میلیون بالاست، از شما یکم بالا. شما فیلم چهارمین هنوز بگذار زندگی کنم و رد نکردید که برسید رسید. خب دکتر عزیز میخوام جمع این تماشاچی بسیار زیاد، این 6 میلیون نفر در واقع یک رکورد تازه است در دهه 90. من فکر نمی کنم نه دهه 80 و نه دهه 70 ما بالای این رقم، اصلا این رقم بیننده داشته باشیم. دهه 60 هم در واقع داریم، اما دهه 70 هم داریم، ولی نه به میزان 6 میلیون نفر. 6 میلیون نفر ما تو در مرحله 60 تموم میکنیم، یعنی در واقع با کانیمانگا و بگذار زندگی کنم و آقا پا تموم میکنیم، میرسیم به 5 میلیون نفر، 4 میلیون نفر و بعد 3 میلیون نفر و اینا که به ترتیب میشن مثلا فیلم های پرفروش ما. ارزیابی شما چی؟ والا از جنبه های مختلف بشه موضوع نکرد. اولین نکته این که خب جمعیت شهرهای ما زیاد شده دیگه. بله بله کاملا. بنابراین شما وقتی دههای دور رو مقایسه میکنید، تیتراژ تعداد تماشاگر هم حتی حساب کنید شاخص درسته، باز باید توجه کنید به نسبتش به جمعیت کشور. دوم این که ببینید سطح سواد بالا رفته، یعنی کسی که به طرز شگفت‌آوری بالا رفته، یعنی بعد از انقلاب اسلامی دانشگاه‌ها در تمام کشور افتتاح شد، پخش شد و سطح سواد بالا رفت، به طوری که حتی در مورد زنان حدود 70-80 درصد زنا 90 درصد زنا باسوادن و بخش بزرگشون فارغ التحصیل دانشگاه. یعنی الان هیچ کشور شاید اینقدر فارغ التحصیل دانشگاه نداشته باشه. در اصل این هجوم تو گسترشش من گاهی اسم میدم دیوانوار آموزش عالی که البته مزار هم داشته. خب شاید فارغ التحصیلایی که اینجوری همه جای ایران پخش شدن کیفیتشون از لحاظ کارایی در مثلا یه کارخونه یا یه ساختار اداری خیلی بالا نباشه، ممکنه زیر استاندارد باشن، ولی همشون آگاهی‌های بیشتر پیدا کردن، همشون فیلم میخوان ببینن، کتاب میخونن، فکر میکنن، جو مسائل روزنامه میخونن، یا فضای مجازی میرن. بنابراین به نظر من این تغییر خیلی مهمه. یعنی تماشاگر امروز تماشاگر باسواد. یه نکته جالب بگم آقای جناب جیرانی، آقای جیرانی
راجب شما سن شما میخوره یادتون میاد اون موقع سینما که میرفتیم فیلم‌های خارجی رو بسیاری از مردم نمیفهمیدن، برای همین فیلم‌های فارسی مشتری خودشو داشت، چون یه چیزایی داشت که به نظر برای مردم اون موقع عادی نبود. مثلا مردم میرفتن تو رستوران میشستن تو کافه و هم صحبت میکردن، خب این براشون خیلی عجیب بود برن تو رستوران برام هم صحبت کنن، میرفتن خونه هم دیگه مثلا، یا بسیاری از شیوه رفتار زنا مثلا. و بعد جالب اینه که مثلا در مورد فرهنگ، تو فرهنگ ایرانی ازدواج امری ما فرهنگمون بیرونی اندرونی بیرونی داشت دیگه، و چه این فقط فیزیکی نبود، ذهنی هم بود. یعنی شما مسائل خانواده، همسر، دوست داشتن فرزند، دوست داشتن همسر، اینا چیزی بود که پنهان باید می بود. برای ابراز عشق چیز عجیبی بود، یعنی حتی مثلا توی خانواده اگر یه عروس و تازه دامادی پلو هم میشستن یا مثلا یه خورده به هم نزدیک میشدن، بزرگا اخ میکردن و بهشون تذکر میدادن، میگفتن یعنی چی بی حیا است. و تو همچین جوی، خب فیلمای سینمایی مثلا فیلمای خارجی بوسه که داشت، این صحنه بوسه هم بعضیا او سر صدا میکردن یا دست میزدن، به نظرشون خیلی شگفت انگیز میامد. و خیلی چیزا مثل این، یعنی واقعا فیلمای خارجی رو اغلب درک نمیکردن اصلا، و یه مکافاتی بود. این فیلم‌ها چند روز بیشتر نمی‌مون به جز فیلم‌های اکشن. فیلم اکشن خب همه درک می‌کنن، بزن بزن. ولی الان صد سواد بر رفت. شما نگاه کنید بعد از انقلاب ما مثلا فیلم پری، یه فیلم عرفانی، موضوعی بسیار پیچیده که من واقعاً درست نفهمیدم چی می‌خواد بگه. فروخته. من تأثیر کرده. فروش بسیار. یعنی من می‌خوام بگم که معیارها عوض شد و صد سواد بالا رفت، و این بخشش هم به خاطر کنترل دولت بر فیلم‌ها بوده. البته بخشم، ولی خود جامعه هم تغییر کرده. الان مثل سلیقه تماشاگر ایرانی حداقل مثل سلیقه تماشاگر اروپایی است، نه مثل سلیقه تماشاگر منطقه که فیلم هندی میبینن. البته یه برگشت صورت گرفته تو این دهه، یه برگشت صورت گرفته، ولی یک به خاطر ضعف آموزش پرورش به نظر من، یک جور در این حال که اطلاعات بیشتر شده، فضای مجازی زیاد شده، نوعی پایین آمدن به اصطلاح سلیقه سینمایی هم باید نظر داشته باشه. یعنی ولی به این سادگی فیلمسازی هندی چاخان پاخان دیگه تو ایران فروش نمیکنه، جذابیت نداره. بنابراین من فکر میکنم که این تماشاگر چون سطح فروش بالا رفته، اگر دوباره افت نکنه، من نگران این هستم چون یک افتی هم دیده میشه، این سواد بالا رفته و بنابراین طبیعتاً فیلمایی که محتوایی داره، حرفی میزنه، بیشتر مورد استقبال قرار میگه. یه نکته دیگه هم هست، اونم تمایل مردم به زندگی اجتماعی و فضای عمومیه. اینم تو ایران بعد از انقلاب رفت و برگشت شدید داشته. ببینید تا اول که انقلاب شد مردم زیاد بیرون نمی اومدن. خب چرا؟ چون اولا آداب جدیدی برای رفت و آمد پیدا شده بود. خب مثلا دیگه نمیشه راحت باشی با زنت بری سینما مثلا. من یادم اون اول انقلاب تو شهرستانه یه بار با خانمم رفتم سینما، من رفتم تو، بعد خانمم یه 5 دقیقه تو اون قسمت کنترل موند که بعد اومد بیرون، همه چیزی گشته بودن کیفش و فلان، که من تصدیق گرفتم بیرون رفتم سینما. میخوام بگم یعنی اول اینجوری بود، بعد جنگ شد، همین سینما تعطیل شد، هست تعطیل میشد، زور سینما باز بود تا بعد از زور. مثلا درست موقعی که مردم میخواستن برن سینما تعطیل بود، مثلا جمعه تعطیل بود، روزای تعطیل بود، درست موقعی سر موقعی مردم رفتن کار تا بعد از ظهر باز بود. حالا من میخوام بگم این دوره ها در واقع پرت نشه موضوع، میخوام بگم که خب سینما در واقع این دوره ها رو طی کرده و فضای عمومی محدود شد، هم به خاطر قوانین جدید پوشش، اصولا مردم به خاطر جنگ، مثلا شادی کردن، لباس خوب پوشیدن، بیرون آمدن تو شرایط جنگ جالب نبود دیگه. خب هر روز خبر، هر روز شاهد می آوردن. خب بنابراین عروسی ها هم ساده شد، مردم سینما هم نمی رفتن. البته باز مردانه شده بود بیشتر، بعد دوباره بهتر شد، ولی بالاخره مردم چون سینما رفتن مثل جشن رفتنه، مثل مهمون رفتنه، آدم باید لباس خوب بپوشه، با زن و بچه پاشه بره سینما تفریح کنه. سینما واقعا همه جای دنیا در درجه اول تفریح، بعد هنره. بنابراین این فضای عمومی یواش یواش در دهه 70 کم باز شد. ایتون باشه این فضای عمومی فقط سینما نیست، کافه ها، کافی شاپ ها، بعد دیدار از آثار تاریخی، تئاتر، پارک رفتن،
بعد یه دفعه فضا شکست، بعد از جنگ یواش یواش فضا تغییر کرد، خانواده لباس خوب می‌پوشیدن، می‌رفتن پارک، می‌رفتن تئاتر، می‌رفتن سینما. دهه 80 موضوع خیلی گسترش پیدا کرد. اگه یادتون باشه این کافی شاپا که باز شده بود و جوونا می‌رفتن، اول یه دوره می‌بستن، بعضی مو دیدن نه لازم نیست ببندن، چون آدما با یه با هم صحبت کنن. ولی به هر حال اون تمایل به زندگی اجتماعی با کرونا هم شکست، چون نمی‌شد. ولی بعد از کرونا وجود داره. من فکر می‌کنم جامعه ایرانی خانواده کوچک شده، روابط خانوادگی تضعیف شده، زندگی اجتماعی به دو معنا، یکی زندگی شغلی، یکی زندگی فراغتی اجتماعی، یعنی بری سینما، بری پارک، بری آثار تاریخی ببینی، همه اینها جامعه دیگه به اونجا رسیده که مثل یه جامعه سنتی نیست که برای برن تو خونه شون یه دیوار بلند بکشن، اندرونی بیرونی بشینن هزار یک شب بخونن پشت کرسی. اون جامعه از بین رفته، حالا هیچ که خونه‌اش نمونه. شما نگون خانم اغلب بیرونه، این موقع اصلا تو خیابون خانم شما زنها رو نمیدید. بنابراین جامعه ماهیتا دگرگون شده، هیچ جوری هم نمیشه عقبش برد، هیچ جامعه نمیشه عقب برد. بنابراین مردم ایران عادت به زندگی اجتماعی پیدا کردن، میخوان در فضای عمومی زندگی کنن، بیان بشینن، تئاتر برن، کافه برن، راه برن، تو سیاست مداخله کنن، تو اقتصاد مداخله کنن. تمایل به بیرون آمدن از زندگی خانوادگی، از اون خانه های بزرگ با دیواره بلند قدیم، به بیرون آمدن اون قفص های کوچیک آپارتمانی 5 متری به خیابون، این تمایل وجود داره. و این تمایل پایه ایست که سینما هم رو اون میچرخه. ولی نکات منفی زیادی وجود داره، کیف تنوع کم فیلم ها، وضع بد اقتصادی، ترافیک شدید و وضع بد زندگی اجتماعی. واقعا بیرون آمده از خونه یک مسئله است الان با این وضع ترافیک. برای اینها عواملی است که سینما رو تضعیف کرده. و البته رقیب بزرگش فضای مجازی و اینترنت و تلویزیون ماهواره‌ای و تلویزیون خودمون، اینا که روزی 100 تا فیلم میشه دید، دیگه فیلم اون جذبه سابقه نداره. اگر فضای عمومی باز باشه به نظر من تئاتر به شدت رشد میکنه و فیلم سازا کار سختی در پیش دارن که بتونن مخاطبان رو به سینما بکشن. برای همین کار شما ارزش داره، یعنی فیلم خوب بسازی مردمم جلب کنی ارزش داره. ولی من فکر می‌کنم محدودیت اگه ما بذاریم برای زندگی اجتماعی به هر بهانه، یادمون باشه زندگی اجتماعی دو جنسی. شما سینما که میری هم خانمای تنها وجود دارن هم خانواده، و شما واقعا مردای دوست مرد با هم بیان خیلی به ندرت می‌بینی. ولی یه موقع بود که واقعا سینما بیشترش مردا بودن، و این در واقع این تغییر یه تغییر درونی و ذاتی جامعه تطور پیدا کرد و هیچ جوری هم نمیشه جلوش ایستاد. برای این بهترین راه اینه که فضای سالم عمومی ایجاد کنیم، فضاهای عمومی سالم، فضای عمومی جذاب و سالم، خانواده ها برن تفریح کنن، فیلم ببینن، گردش کنن. و این مستلزم اینه که با زنها بیان، یعنی جامعه مردا دیگه بدون زناشون جایی نمیرن. برای این شما اگر برای زنها مدرسه ایجاد کنید، در واقع زندگی اجتماعی رو تعطیل کردید. و این مسئله است که به نظر من حل خواهد شد، چون خلاف جهت جامعه نمیشه رفت، در حرکت اجتماع نمیشه رفت. دکتر برای آخرین سوال، چقدر تابو شکنی در فروش این فیلم ها موثره؟ مثل رقص، آواز، موسیقی یا انتقاد از یک تفکرات و یک نوع ایدئولوژی؟ ببین اصولا هنرمندا همیشه مثل دانشمندا همیشه کار مهمشون نقد بوده دیگه. یعنی شما آثار گلستان سعدی هم که میخونی نقد دیگه، حافظ میخونی نقده. یعنی نقد کردن از جامعه به معنی نقد به معنی دشمنی کردن نه، مخالفت کردن نه، نقد به معنی اینکه ارزیابی کردن جامعه، بعد مثلا ریاکاری رو افشا کردن کار حافظ، یا خداپرستی عاشقانه رو تبلیغ کردن کار مولانا، یا چیزای دیگه. بالاخره کار هنرمند همینه که حقایق رو به گوش مردم برسونه و مخالفت کنه با جزمیات، با چیزایی که افکاری که به اصطلاح میپوشونه واقعیات رو، با واقعیات رو بگه. همه هنرمند همینجوره. ببینید مردم یه جور زندگی میکنن، و اگر شما بیایید بگی که این زندگی مردم ما در به اصطلاح فضای عمومی رسانه‌ای جور دیگه نشون بدیم یا کامل نشون ندیم، حالا وقتی که شما نشون میدی خب مردم به هیجان میان دیگه، خوشحال میشن، احساس میکنن که خودشون رو دوباره میبینن همونجوری که هستن میبینن. بنابراین این اگه اینو بهش میگین تابو شکنی، به نظر من خب طبیعی اصلا ذات هنر همینه،
و مردم هم هیجان میان چون که میبینن اون چیزی که خود اونجور که خودشون هستن دیده میشن، احساس میکنن دیگه پرده پوشی و پنهانکاری نیست، صداقته. و بعد تازه توجه میکنن، اون وقت تازه حالا باید چی میگه فیلمساز برای از این باز کردن. ولی این هست، این جذابیت طبیعتا تو همه آثار هنری هست، همیشه همینجور بوده. یه چیز نو که میاد، انتقاد که میاد، افشاگری که میاد، حقایق رو بیان میکنه هنرمند، طبیعتا تو دامه تاثیر میذاره، مردم جذبش میشن. و اگر فقط روی کاری کنه، فقط تکرار کنه و چیزایی بگه که با احتیاط باشه کسی بر نخوره، خب طبیعتا جذابیت کمتری اثر هنری و هنرمند خواهند داشت. یکی از کارهای هنرمندانه که جامعه جلو ببرن، نه اینکه نگه دارن. بنابراین باید راه باز کنن و فیلمسازای ایرانی کار کردن تا حد زیادی، البته خیلی هم محدودیت داشتن، میتونستن بهتر از اینم انجام بدن، همیشه میشه اینو گفت. ولی من فکر میکنم سینما ایران با وجود محدودیت‌های شدید تقریبا بی‌نظیر تو تاریخ، هم تلویزیون هم سینما داشته، خوب تونسته حرف بزنه. و حتی عدید اسلامی که تبلیغ کرده تو مارمولک، تو سایر آثار مثلا آقای میرکریمی، خانواده و خیلی چیزها رو توانسته بگه. تو همون زندگی بسیار زیبایی زندگی سنتی بیرون آورده، راجع به جنگ چیز خوبی گفته. یکی از به نظر من خوبی‌ها و افتخارات سینما ایران اینه که راجع به جنگ فیلمای بزن بزن بکش بکش نساخته، راجع به جنگ بیشتر راجع به آثار جنگ ساخته. یعنی بچه‌هایی که بی‌پناه میشن، چه اتفاقی سر آدما میاد، از عشق در جنگ. در واقع به نظر من این خیلی خوبه، نشون میده ایرانی، فرهنگ ایرانی خشونت طلب نیست و بیشتر به آثار جنگ پرداخته تا با خود بزن بزن ها و صحنه‌های بزن بزن اکشن. و این به نظر من خیلی جالبه، چون ما میبینیم تو بعضی فیلم‌های تو کشورهای دیگه واقعا چقدر اکشن و بزن بزن توش مهمه. مرسی، خیلی متشکرم. آخرین فیلمتون که اکران میشه آقای کریم؟ فکر میکنم اوایل سال آینده. در واقع اسمش چیه؟ مرد اینکی، آقای آمریان تهیه کنندن، آقای بهرام افشاری. بله، کمدی متفاوتی از حالا در واقع بعد داستانش لو نده، بازیگراش فقط بود آقای مهدی هاشمی، استاد عزیزم آقای هاشمی که خیلی دوستشون دارم، و آقای حاجی عبداللهی، عمر حاجی عبداللهی، و بازیگرای دیگه در واقع خارجی هم. یعنی آره خیلی خوبه، همه جور داریم بازیگر داریم. آره در واقع اینا بازیگران. امیدوارم که حالا اون فیلمم مورد استقبال واقع بشه. و خیلی شرایط سینما، حالا من یه کوچولو بخوام فقط بگم، اینکه برای ما این نسل جدیدتر در واقع فیلمسازا خیلی شرایط سخت شده. برای سلیقه‌ها میدونید ما با یک شرایطی روبرو بودیم که تو هر دولت یک سلیقه حاکم بوده و یک جنس فیلمو میخواستن، یک جنس در واقع سلیقه متفاوتی بوده. اینجور نبوده، وگرنه خب آدم میدونست با یه خط فکری میدونست آقا این خط هست، رو این تنظیم کنیم فیلم بسازیم. این شکل نبوده واقعا. یعنی هر 4 سال 8 سال یه سری اتفاقات دیگه میافتاده و متاسفانه خیلی برای فیلمسازا سخت بوده. زمینه که الان هم با شرط اقتصادی که پیش اومده، خب انتظارا زیاده. از یک طرف همه سلیقه ها رو باید تامین کرد، سبد کالای فرهنگی مردم دیگه هیچی در واقع، فقط شاید مثلا بتونن ماهی یا دو ماهی یک فیلم ببینن. امیدوارم که اینقدر شرط اقتصادی درست بشه، چون حیف سینما که از بین رفتنی که نیستش. در واقع سینما هست، از اول بوده تا زمانی که منم نباشم، خیلی دیگه هم نباشن، سینما ادامه داره. امیدوارم که مردم محروم نباشن از این نعمت و باعث بشه که فقط فیلم کمدی ساخته نشه در واقع، یعنی فیلمی که ذائقه های دیگر رو تامین بکنه و اینقدر همه دوباره سراغ فیلم کمدی نرن که فقط کمدی بسازن. حتی خود من به هر حال تو پرانتز بگم، من فیلم اولم و یه فیلم تلخی بود که آقای جیرانی قرار بود تهیه کنندش باشن، سرمایه گذارم توش کردن، تو آقای جیرانی دیگه نیومدن و گفتن تلخ خیلی و نشد دیگه، سرمایه گذارم و دست دادم. شاید اون جریان منو وارد یک ماجرای دیگه میکرد. ببخشید آقای جیرانی، من سوالی دارم، می‌خواستم ببینم آیا این فیلم سکانسی داشته که حذف شده باشه که بسیار سوال خوبیه، اگه بود بهتر
بود مثلا یا اینکه نه همه نه ببینید اتفاق خوبی که واقعا افتاد من میگم خیلی از آقای سهرابی ممنونم بابت این که واقعا حمایت چون خودشون هم فیلم سازن خیلی حمایت میکنن از فیلم سازا نه کامل فیلم برای منم چیز بود خیلی فکر میکردم این تصورم یک چیز دیگری بود ولی یک چیز دیگه دیدم که خیلی خوشحال شدم بابتش یعنی حالا هم فیلم بعدی هم که با آقای فرابخش بودم اونم هیچ سانسوری نشد این جزء اتفاقات خوبی بود که برای فسیل افتاد به نظر من خیلی متشکرم آقای امینی خیلی متشکرم آقای دکتر خیلی ممنونم بحث بسیار خوبی بود خیلی ممنونم از بینندگان عزیز که تا این لحظه بیننده برنامه بودن من تشکر میکنم شب بخیر